به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام محضر یکایک دوستان، با آرزوی توفیق و حسن عاقبت برای همگان. کشور ما احوالش خوب نیست و ما ناچاریم که هر بار از این بیمار خبری بگیریم، سخنی بگوییم، عیادتی کنیم و آرزوی بهبودی داشته باشیم. کسی که به ظاهر پاره ای از خونریزی ها متوقف شده است و اجتماعات خیابانی کمتر شده است و ما از حیث اینکه خونریزی ها کمتر شده شاکریم و خوشنودیم، اما آتش فرو ننشسته است و بدتر از آن اینکه حاکمان ما با دست بردن به اعدام‌های سریع و بدون طی شدن روند مربوطه قانونی می‌خواهند که به مردم بگویند و پیام روشن بدهند که گوششان بدهکار احدی نیست و خر خود رو می‌رانند و بی اعتنا به اعتراضات مردم به مطالبات حقه آنها سنگین‌ترین مجازات‌ها رو برای آنچه که جرم می‌نامند اجرا می‌کنند. اجماع جهانی بدون سابقه بر ایران فعلا اجرا شده است و این اجماع جهانی امر عجیبی است و اگر حاکمان ما به عین عبرت و عنایت در اون ننگرند، کار رو بر خودشون و بر مردمان ما دشوارتر خواهند کرد. در این که یا این نظام ظالم ذلیل پرور باید برود یا باید از بیخوبون زیر و رو شود و دگرگون شود، هیچ شکی نیست. همه اونهایی که با مظالم 40 ساله این حکومت و این سلطنت فقیه آشنا هستند و می دانند که در زندانهای اونها علاوه بر خیابانها چه گذشته است و چه می گذرد، جز این آرزویی ندارند. ما فقط امید داریم که این ترانزیشن، این انتقال که ناگزیر رو خواهد داد، چندان پرهزینه نباشد و باز خونها ریخته نشود، جانها بر باد فنا نرود، چشمان مادران گریان نشود، دلهاشون داغدار نشود، ایتام بیشتر نشوند، خانواده ها برو نپاشند و بدون این هزینه های سنگین بلکه صبح امید بدمد و پس از این شب تاریک مردم ما بتوانند نور روز روشن رو به چشم ببینند. با همه این تلخی ها و ناکامی ها و دشواری ها و محرومیت ها و مظلومیت ها، سه اتفاق نیکو در هفته گذشته افتاد که من میخواهم از اونها یاد کنم. اولین آنها پیامی بود که آقای سید محمد خاتمی دادند و در آن پیامشون بر شعار زن، زندگی، آزادی مهر تأیید و تصویب نهادند. این موضع نوین آقای خاتمی فاصله بسیار دارد با مواضع پیشین ایشان و حکایت از دلیری ایشان و موقع شناسی ایشان می کند. جامعه و مردم چنان پیش رفتند که اگر این پیشوایان و این آلترناتیف ها نتوانند خودشون رو به مردم برسانند، برای همیشه در چاه ویل تاریخ مدفون خواهند شد. خبر خوش دوم پیامی بود که آقای میرحسین موسوی از حصر دادند که بسیار فراتر از پیام جناب خاتمی می رفت و نشان دادند که با دلی قوی و چشمی بیدار حوادث رو می نگرند و دلی در گرو مردم دارند و هر روز فاصله خودشون رو از این نظام ستمگر بیشتر و بیشتر می کنند و همین است اونچه که موجب محبوبیت این بزرگوار و این بزرگواران در دلهای مردم شده است. حقیقت این است که من به 3 شخصیت اکنون در ایران احترام فراوان می گذارم.
یکی جناب خاتمی، دومی جناب میر حسین موسوی و سومی سید مصطفی تاجزاده که از قضا هر سه از سلاله نبوتند، از فرزندان خانواده خاتمیتند و نسب از پیامبر گرامی اسلام میبرند و خون اون بزرگ در رگهاشون جاری است. و امیدوارم که این سه الگو بتوانند کشور رو به جانبی بکشانند که کم هزینه باشد و انتقالی صورت بگیرد که موجب روشنی چشم همه ما بشود. صحنه از مردان بزرگ خالی نیست، اما دست و پاشون بسته است، بالهاشون شکسته است، اونها رو در قفس نهاده اند، اجازه ابراز وجود و سخن گفتن نمیدهند و الا جهان پر شمس تبریز است. کو مردی که مولانا، هم مولانا داریم هم شمس تبریز داریم و ارتباط و اتصال اینها با هم جرقه ها خواهد زد که بساط ظلم رو خواهد سوخت و دل مردم رو روشن خواهد کرد. اما خبر نیکو و میمون سوم این است که دیدم پاره از معترضین خارج کشور پیشنهاد نیکویی به معترضان داخل دادند و آن عبارت بود از پیشنهاد راهپیمایی سکوت. این عمل، عمل فوق العاده فرهیخته و سنجیده و نیکو و سنگین و مؤثری است، چه در درون دانشگاه ها، چه در بیرون و در خیابان ها، بدون اینکه ذره ای سخنی برود، تعرضی بشود، خدای نکرده دشنام و ناسزایی گفته شود، سلاحی به کار گرفته شود، تندروی صورت بگیرد، صرف حرکت آرام مردم چنان فشاری میتواند بر این حکومت ظالم وارد آورد و چنان است که همه بهانه ها رو هم از آنها خواهد گرفت و اگر ادامه یابد و اگر اجازه بدهند که ادامه پیدا کند، تأثیر بسیار قوی و سنگینی بر رفتار حکومت خواهد داشت. اینکه راهپیمایی سکوت برگزار کنیم حکایت از بلوغ اندیشه اعتراضی در ایران دارد. حکایت از این دارد که راه‌های درست رفته رفته پیدا می‌شوند و مسیرهایی که می‌تواند به مقاصد نیکو و مطلوب منتهی شود آزموده می‌شود. من توصیه می کنم که افراد فراتر از خاتمی، فراتر از میر حسین، فراتر از مصطفی تاج‌زاده قدم نگذارند و چنان عمل کنند که این پیشوایان دلگرمتر شوند و بهتر بتوانند پیام خودشون رو به مردم برسانند. گوش به تند روی ها و تندگویی های عده‌ای غیر مسئول که در جای خوش نشستند و مردم رو به جانب گلوله ها می فرستند ندهند، بلکه با همین حرکات سنگین و آرام خودشون پیامشون رو به حاکمان و به جهانیان برسانند که چگونه معترضند و چرا می خواهند که این نظام عوض بشود و به جای آن چه بنشیند. از هر سو که ما نظر می کنیم هیچ نشانه رشد، هیچ نشانه سلامت، هیچ نشانه عدالت در این نظام نمی بینیم. همه گونه اعتراض علیه آنها بجاست و هر گونه همتی و کوششی برای تغییر دادن آن مطلوب و میمون است. از خدا می خواهیم که دستش، دست عنایتش و چشم عنایتش بر سر این مردم باشد. امروز که با خودم فکر می کردم بی اختیار این ابیات مرحوم اخوان ثالث بر زبان من جاری می شد که ای درختان عقیم، ریشتان در خاکهای هرزگی مستور، یک جوانه ارجمند از هیچ جاتان رست نتواند، ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود، یادگار خشک سالی های گردآلود، هیچ بارانی شما را شست نتواند. بله، هیچ بارانی تاریکی ها و تباهی ها و سیاهی های اینها رو نخواهد شست. درختانی که ریشه شون در خاک های هرزگی و ستمگری
مستورند و یک جوانه ارجمند بر این درخت پرستم دیده نمی شود. خدایا ریشه ظلم را برکن و سایه عدالت را در کشور ما بگستران. آمین رب العالمین.